بینندگان عزیز، بار دیگر در کنار خانم شری کوهن از بی سی اینوستمنت هستیم تا در رابطه با مسئله مهم لون با ما صحبتی داشته باشن. خانم، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. امروز میخوام ازتون سوالی رو مطرح بکنم که دوستان از ما خواستن با شما در میون بگذاریم. من نمیدونستم که کسی اگر اقامت آمریکا نداشته باشه میتونه بیاد در اینجا و خرید ملک داشته باشه. بفرمایید که چطور میشه بیان و کامرشال بیلدینگ اینجا بخرن در حالی که رزیدنت اینجا نیستن، و آیا بانک‌ها بهشون وام میدن یا نه؟ بله، سلام به خدمت همه دوستان عزیز. برنامه جدیدی در بانک‌ها گذاشتن برای کسانی که از خارج از کشور میان به امریکا با 35% تا 40% down payment شما میتونین ملک تهیه کنین، یا رزیدنشال یا کامرشال، و بستگی به بیلدینگی که داره که شما میخرین. اگر که اینکامش خوب باشه بیشتر بهتون وام میدن، اگر که بیلدینگ مثلا یه مقدار روش پرابلم داشته باشن یا دوست نداشته باشن یه کم کمتر بهتون وام میدن، و فقط باید یه ویزای امریکای معتبر داشته باشین. توریستی؟ توریستی، بله. و در ضمن پولی که برای داون پیمنت نشون میدین حتما توی بانک نشون داده بشه. اگر که پولتون از ایران داره میاد و میخواییم وایرش بکنیم به یک کشور دیگه و از اونجا به امریکا بیاد، باید حتما 3 تا 6 ماه بانک استیتمنت بانکیتون رو ترجمه کنین و ما اون رو ارائه میدیم به بانک. که چی بشه؟ که نشون بدن که این پول واقعا در کشورشون وجود داشته. از نظر هوملند سکیوریتی و آیا اوفک هم احتیاج دارن یا نه برای آوردن پولشون؟ که اجازه رسمی دولت آمریکا برای ورود پول، ولیشون دارن اینوست میکنن، وایدتا نباید اوفک بخواد. نه، لازم ندارن. خب بسیار عالی. پس ما به این نتیجه رسیدیم که اگر دوستان عزیزی هستن که در خارج از کشور دارن برنامه رو میبینن و مایل به خرید ملک هستن در آمریکا، شما میتونین کار رو انجام بدید. از کامرشال بیلدینگ میتونین بخرید تا رزیدنشال میتونن تا رزیدنشال میتونین بخرید. قبلا به این راحتی نبود. حالا من متوجه میشم که چطوری. خب خیلی هستن از پرنس های عربستان سعودی که یه عالمه اینجا بیلدینگ و اینها دارن ولی اینجا اقامت هم ندارن، زندگی نمی کنن و میتونن اینجا درآمدی داشته باشن و درآمدشون رو میتونن با خودشون از کشور خارج کنن. حتما، بله. پس میشه این کار کرد. چقدر طول میکشه؟ معمولا این پروگرام در حدود 50 تا 60 روز طول میکشه. خیلی خوبه که انجام بشه. و محدودیتی داره روی اینکه چقدر قیمت ارزش ملک است؟ برای رزیدنشال تا 650,000 دلار، برای کامرشال محدودیت نداره. اوکی، پس مثلا فرض بفرمایید من اگر از ایران بخوام بیام، کاشم چه پولی داشتم، ولی اگه بخوام بیام اینجا مثلا یه ملک بخرم 2-3 میلیون دلار، میتونم این کارو بکنم حتی اگر کامرشال باشه و شما میتونید وامش رو برام بگیرید. چه بهره ای رو روش دارن چارج میکنن؟ بهره های روی کامرشال اگر که نان رزیدنت باشین یه مقدار خب بالاتر هستش، در حدود 6.5-7% استارت. بازم خوبه که میدن، برای که اصلا آدم انتظار نداره که برای یه نفر خارجی بخوانم چی پولی بدن. پس بعد 35% پول بذارن اینجا در اون ملکی که میخرن و بعد وام رو میتونید براشون بگیرید. و اینا که نه استیدید اینکام و این چیزا، اینکام کسی نشون نمیده که باید فرمون هیچ داکیومنت خاص دیگری نمیخواد، هیچ چی دیگه نمیخواد. خودشون اصولا یه دونه کردیت ران میکنن که بهش میگن اینترنشنال کردیت ریپورت، و معمولا خب ایرانی ها که از ایران میان که اصلا کردیتی با اون صورت ندارن که با بانکیزی نشون بدن. بله، و that's all they do. خب بسیار عالی. پس دوستان عزیزی که مایل هستید در داخل آمریکا خریدی داشته باشید، چه رزیدنشال چه کامرشال، با دفتر بی سی اینوستمنت با شماره‌ای که در روی تصویر می‌بینید تماس بگیرید. 2 آفیس دارن در منطقه ولی و بیبلی هیلز. اگر لطف کنید تماس بگیرید، همکاران در خدمت شما هستن. خانم شری کوهن در قسمت وام شما رو یاری میدن و برای تهیه و خرید کامرشال بیلدینگ هایی که می‌خواید با قسمت ریال استیت قسمت آقای پیام شموئل تماس بگیرید تا بتونن بهترین ریال استیت ها رو برای شما با درآمد مکفی و خوب پیدا بکنن و براتون وامش رو هم انجام بدن. همه چی رو از یک محل میتونید در آن واحد انجام بدید و صاحب ملک خودتون بشید. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. در برنامه های بعدی بقیه لون ها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. مرسی. خیلی ممنون. مرسی.